بسیار تشکر، بسیار تشکر. بیننده های خوب برنامه صبح و زندگی، سلام و صد سلام، صبحتان بخیر. با اولین گزارش صبح و زندگی کمی لحظه به گونه کاملا زنده از پل سرخ کابل یا کرته کابل پیشکش حضورتان میشه. خوش آمدین. در اولین ساعت خواستیم که و یا در نخستین لحظات برنامه صبح و زندگی امروز خواستیم هوایتان را جمع بکنیم. روزهایی رفتین هر جا چکر زدین، یک اندازه امی ذهن و یا احساس پراگنده می باشه. تقریبا بخاطر از روزهای چکر میایین دوباره وارد روزهای کاری میشین. ما هم امروز خواستیم که بیایم صبح را با موسیقی آغاز بکنیم و یک تعداد دوستایی را ما داریم که خیلی زیاد شوقی عزیزن که بیاین هنرمند شوند، بیاین با موسیقی سر و کار پیدا بکنن. یک تعداد شاید فکر بکنه خیلی آسان است، بگی او شعر یاد بگی، از یاد کو یا از روی کاغذ بخوان نگمی است. اما یک تعداد هم شاید فکر بکنن که واقعا دنیای موسیقی یک دنیای خیلی بزرگ است که وارد شدن در این دنیا خیلی سخت است و فرا گرفتن آموزینه های موسیقی خیلی زیاد دشوار است. آمده ایم پیش استاد سید داوود آقا، اگر اشتباه نکنم امرایشان معرفی میشیم. استاد یک بار دیگه سلام میشد، در مورد کارهایتان بگوین، از چه زمان شروع کردین؟ سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت دوستای عزیزی که همین لحظه ما را از طریق تلویزیون آریانا بیننده هستن. عرض سلام دارم. ما موسیقی را قسمی که بعضا اکثریت از طفولیت شوق داشتن، ما هم کم شوق بود و کم تشویق خود فامیل بود که با موسیقی روی آوردم و تشویق فامیل زیادتر بود از شوق خودم که با موسیقی روی آوردم. تقریبا مدت بیشتر از 25 سال یا شاید بگویم 30 سال میشه. نام خدا، خودتون چند سال هستین؟ معرف شما میکنین دیگه. خب 30 سال شما کار کردین، بدون شک از 10 سال بالا بودین. ما فکر کردم ابتدا که آمدم گفتم شاید حدود 30 ساله، 31 ساله باشه. شما دیگه غافلگیر کردین مرا. ما موسیقی را علمی اکادمیک شروع کردم از استادای ایندی سالای 66 67 بگویم. من تولد نشده بودم، باور کنین. کورسای کلاسیک ایندیا بود، ما موسیقی را از اونجا شروع کردم دیگه. هم تا تا به این مرحله دیگه مدت زیادتر از 15 سال میشه که من تدریس میکنم. آوازخوانی را، هارمونیا را، تبله را، گیتار را، درام را، این چهار رشته را من حرفه‌ای تدریس میکنم. والله آفرینتون است به خدا. یکی از سال 66 و 67 شما شاگرد بودین و کار میکردین. من بیخی یک رقم شدم. از تهیه کننده خواهش میکنم که کمک بر ما فرصت دگام بته، حداقل در یک دقیقه یا دمی مدت استاد یک آهنگ بر ما میشه بخونین، بر مادر بخونین. من قربان سراپای تو میشم. امی کمک شما بگیرین برای ما کافی است، بسیار کم، اما هوایش هم کمی تهیه کننده ما خیلی. تو یک آهنگ دیگه برای مادر بخوانیم، دیگه برای مادر بخوانیم. برای دو موجود زیستی گرامی تر است، دو موجود زیستی گرامی تر است. یکی می هنودی گرش مادر است، یکی می هنودی گرش مادر است. دو موجود زیستی گرامی تر است، یکی می هنودی گرش مادر است. زنده باشین استاد، تشکر. شاید شرایط موسیقی نمیست که وقتی که شاگرده که شوق موسیقی میکنه به قدم اول عزم اراده قوی و دیگه وقت باید برازی داشته باشه، ریاضت کنه، زحمت داره. به خاطر که موسیقی زحمت زیاد کار داره، بسیار زحمت کار داره. وقتی که یک کسی که میخواه خوب بخوانم، با مزه بخوانم، با کیف بخوانم، دیگرها را خوشش بیاد، خودش را خوشش بیاد، قدم اول این باید زیاد ریاضت کنه، وقت برش بانه،
موسیقی را مثل یک چیز بسیار عادی فکر نکنم، به خاطر که یک علم بسیار بزرگ است. هم حلم است هم هنر. وقتی که ما میاموزیم حلمش هم میاموزیم، وقتی که پس دوباره ارائه میکنیم این هنر است. پس به این حساب موسیقی، وقتی کسی شوق موسیقی را میکنن باید پیش یک استاد که مثال تکتیک آوازخوانی را بلد باشه، مثال علم موسیقی را درست یاد داشته باشه، کامل باشه، پیش یک استاد برن و بدون استاد هیچ امکان نداره کسی خب میشه تا یک جایی را که مثال پیش برن، اما بازم بند میمانه. بعد از او باز فکر میکنه که والا دیگه ختم شد دیگه، یا توانایی در وجود من نیست یا ایست که اینم قدر من میتونم، در حالی که این نیست. اگر انسان هر کار را وقت که عزم اراده کنه، وقتی که درست بیاموزه، میتونه که پیشرفت کنه. استاد، عشق به کار یا شوق به مسلک خب واقعا یکی از پدیده ها یا یکی از همون سنگپایه هایی است که یک فرد را میتونه به مو قله های موفقیت برسانه. وقتی کسی شوق داشته باشه، عشق به مسلک موسیقی داشته باشه، به شما مراجعه کنه، در چه مدت میتونه بالاخره یک چیز بکنه که اما احساس مردم را تخریش نکنه؟ این بسیار گره، این سوال بسیار بجای است. اطور از بعضی انسان ها طبیعتا آماده می باشه برای موسیقی زیادتر، به این مانا که شما فکر کنید یک کس جان بسیار عضلی داره، میره ورزش میکنه، بسیار زود آماده میشه. اما یک کس دیگه که جانش چرب است، مثلا یک وزنی چی داره، او دیر آماده میشه. در موسیقی ها میرم اطور بعض انسان ها مثلا حس موسیقی در وجودش هست، از لحاظ سر، از لحاظ لای، این انسان ها بسیار زود، این کس ها بسیار زود نتیجه میگیرن، بسیار زود آماده میشن. بعض دوست ها هست که حس موسیقی درشان در وجودشان نیست و یا موسیقی بسیار کم شنیده میباشن، یا دیگه یک ذره زحمت زیاد کردن اینه که باید زحمت بکشن و ناامید نشن، حتما یاد میگیرن. هیچ امکان نداره که یک شخص حال ما و یمای پوپل هم یک دوست ما مشعل نام داره، میگن تا زمان مرگم شما اگه تلاش بکنین هیچ نمیتونین یاد بگیرین، میگن شما آدمای بی‌سر هستین. نه یما جان، آخه من کتش معرفت دارم، نام خدا یما جان. یما بسیار خوب با آرمینیا تنام میکنه، اما آرمینیا شکی میگیری فکر میکنی دستشو بسته که هیچ چیز نمیتونه بکنه. خامو سانقید دستش هست. بله، نمیشه که زحمت بکشین، وقت برش بانین. حالا اگه ما یمای پوپل بیم، در چه مدت میتونیم یک چیز بخونیم؟ یک دفعه من همراه یما جان ششتیم خوانده، یما جان بسیار اگر وقت برش بانه، ما زیاد تشویقش کردیم، بسیار یک هنرمند بسیار خوب میشه که زحمت هم بکشه. اینا فکر بکنیم، من از یمای پوپل که خوبم هستم سنت میگیری. اوکی، مردم بفهمه بالاخره. در حدود 5-6 ماه میشه که انشاءالله میتونیم رقابت کنیم. درس را که میگیرین دیگه کم حوصلگی نکنین، با مو مثال میتود درسی که من براتون میگم، با مو روش پیش برین، حوصله کنین کتش، انشاءالله حتما نتیجه میگیرین. بسیار تشکر استاد، انشاءالله که در روزهای آینده بازم پیش شما میایم، روی بعض موضوعات دیگه موسیقی بر ما بگوین، همین دوستایی که بیننده هستن، شوقی موسیقی هستن، اونا بیشتر آگاهی پیدا بکنن. از هر دفعه من خدمت هستم. اینال دمی آخر یک زمزمه بکنین، با امی زمزمه میریم به طرف استودیو. اگر ز پای تو بای با من رساند باد، اگر ز پای تو بای با من رساند باد، با مژده جان و جهان را با باد خواهم داد، اگر ز کوی تو بایی. تو تا بروی من ای نور دیده در بستی، تو تا بروی من ای نور دی دادار بستی، تو تا برو یه منای نور دی دادار بستی، دیگر جهان
در شادی برای من نقشاد دیگر جهان، در شادی برای من نقشاد با مجد جان و جهان را با باد خواهم داد. اگر زکو یه تو بایه با من رساند باد، اگر زکو یه تو بایه. یک دنیا تشکر استاد، زنده باشه. زنده باشین، سلامت. بانو مجده بارکزی داخل استودیو هستن، همراه رستم روی موضوع برنامه صحبت های خواهد داشتن. اما بیاین که پیش از او بریم یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.